حالا دیگه با انواع شیپ ها یا همون شکل ها آشنا شدیم و الان دیگه میتونیم دراینگ مود ها رو بشناسیم که در واقع امکان مشخص کردن نحوه رسم شکل و مکاندهی شکل رو به ما میدن. دقت بفرمایید که اینجا من 3 تا شکل رو دارم و البته 4 تا اگه اون ستاره زرد رنگ داخل دایره قرمز رو هم بشماریم. نکته جالبش اینجاست که بدون ارنج کردن و کشیدن اونها دایره آبی رو درست پشت اون مربع قرار دادم و این ستاره رو هم روی این به دایره قرمز و در واقع با هم حرکت میکنن و اونها رو گروپ هم نکردم و ستاره رو کشیدم و اون هم داخل این دایره باقی میمونه. حالا اون دایره رو هم کشیدم و اون هم پشت این مربع باقی میمونه. خب حالا چطوری اینجوری شده؟ همه اینها با دراینگ مود ها اتفاق افتاده. خب ابزار هند رو میزنم، یه ذری صفحه کاری رو میارم اینور، حالا از پنل آرت بورد میرم و یک آرت بورد جدید رو میسازم. خب میخوام چند تا شکل رو داخلش بکشم، پس میرم ابزار رکتنگل رو میارم و مطمئن میشم که با رنگ های پیش فرض دارم کار میکنم. ترجمه و دوبله جعفر سیدی tdmax.farsi.ir. شما احتمالاً کارتون با این رنگ ها انجام میدید. ترجمه و دوبله جعفر سیدی tdmax.farsi.ir. خب دی رو روی کیبورد میزنم و فیل سفید و استروک سیاه رو اینجا انتخاب میکنم به این صورت. یه مسطحی رو میکشم، خیلی کوچیک بزرگ بودن یا تو پر بودنش مهم نیستش، خیلی ساده. و در اون پایین سه تا دکمه رو الان میتونید مشاهده کنید. دقیق بفهمید که خودش هم نوشته دراینگ نورمال، یعنی همین کاری که الان میخوام انجام بدم، یعنی یه شکل روی شکل دیگه بکشیم. دوباره میگم شکل جدید رو روی شکل قبلی طراحی میکنه و اگه وسطی رو انتخاب کنم که حالت دراینگ بیهاند هستش، آبجکت جدید رو که میکشم پشت آبجکت قبلی برام میکشه و اگه الان برم یه شکل دیگه رو بکشم اون رو پشت این مستطیل که در حال انتخاب هستش میکشه. شیفت رو نگه میدارم و مثلا اینجا یک مربع رو میکشم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب پشتش نرفت چون دراینگ مود عوض نکرده بودم. آندو میکنم، وسطی رو انتخاب میکنم و میرم یک ریتنگل دیگه رو رسم میکنم. خب این کار رو انجام میدم و الان دیگه درست شدش. حالا اگه بخوام یه چیزی رو پشت سومی بکشم باید چیکار کنم؟ اول انتخابش میکنم و مطمئن میشم که دراینگ بیهاند در حال انتخاب باشه و بعدش مربعم رو رسم میکنم و میبینید که اون رو پشت گزینه سوم میکشه. یا تا میتونم پشت این شکل بکشم، اون رو اول میرم انتخاب میکنم. البته چند تا شورتکات هم داره براش که میتونم از اونها هم استفاده بکنم. میرم ابزار الیپس رو انتخاب میکنم و اگه بخواید میتونید، خب اجازه بدید دکمه کنترل رو نگه دارید. میبینید که ابزار سلکشن موقت انتخاب میشه، مستطیل رو انتخاب میکنم، دکمه کمند رو رها میکنم و بعدش شکلم رو میکشم. مثلا دایرم رو اینجا میکشم و میبینید که الان پشت بقیه شکل ها قرار گرفته. خب حالا برای اون ستاره داخل دایره باید چی کار کرد؟ اول میرم یه دایره میکشم. خب اجازه بدید همین کار انجام میدم، یه دایره. شیفت رو هم نگه داشتم به این صورت. بعدش ابزار استار رو از همون زیر شاخه انتخاب میکنم، حالتش رو میذارم روی دراینگ اینساید و میبینید که فوری محدوده ای رو که اون ستاره داخلش کشیده میشه رو به من نشون میده. حالا میخوام یه ستاره رو در اون وسط ایجاد بکنم. دکمه آپشن رو نگه میدارم و ستارم رو میکشم به این صورت. اول ماوس و بعدش دکمه ها رو رها میکنم به این صورت. میبینید که ستاره رو درست داخل اون دایره ترسیم کرد. خب ابزار سلکشن رو انتخاب و اون بالا دبل کلیک میکنم. و حالا اگه دایره رو انتخاب کنم و اون رو درگ بکنم، میبینید که ستاره هم با اون جابجا میشه، ولی دیگه نمیتونید داخل اون دایره بگیرید و بیاریدش بیرون مگر اینکه پسش رو انتخاب بکنید. یا مثلا میتونید روی اون ستاره دبل کلیک بکنید که به این حالت آیزولیشن مود میگن که بعدا انشاءالله دقیقتر این رو به شما توضیح خواهم داد. فعلا بیرون از اون دوتا شکل دبل کلیک میکنم تا از حالت انتخاب خارج بشن. پس یادم باشه اگه الان انتخابش کنم و جابجاش کنم اون ستاره هم باهاش حرکت میکنن. دقت بفرمایید که اگه اون رو کوچیک یا بزرگتر هم بکنم یا بچرخونمش، باز هم ستاره داخل اون دایره ازش جدا نمیشه و همراهش میمونه. حالا میشه از اون خارجش کرد؟ آره میشه. در قسمت بعدی آیزولیشن مود ها بهتون گفتم اونجا میشه این کارو انجام داد.
و این رو در اونجا به شما کامل توضیح میدم. یادون باشه که دراینگ مود ها انعطاف پذیری خیلی بیشتری رو برای این اشکال دارن. پس شما هم حتما از اینها استفاده بکنید و امکانات اون رو نادیده نگیرید. در این پایین میتونید آپشن های اون رو هم مشاهده بکنید که بین اون سه تا حالت میشه سوئیچ کرد. دوباره میگم این راه بسیار خوب برای کنترل کردن اشکال هستش و دیگه لازم نیست که دوباره به پنل لایرز برید و اونها رو از اول ارنج بکنید. یک جا میشه این اشکال رو ترسیم کرد تا دیگه بعدا نگران ترتیب و چیدمان اونها دیگه نباشیم.